در سالگرد رادیو ایران 670 AM مهمانان بسیار عزیزی در برنامه هستند که الان یکی دیگر رو میکنیم و مهمان عزیزیست که حتما خوشتون میاد از صداش، از خودش، از شخصیتش و اون کسی نیست جز منصور. زنده باشید. سلام جناب حیات باشید. سلام تناز جان، خیلی لطف دارید. خیلی خوشحالم در خدمت شنوندگان 670 هستم. ما هم خوشحالیم که تو رو در استودیو داریم. میگن لانگ تایم نو سی به قول اینجایی ها. بله نو چهل پنجاه سی چیه سی. آره اصلا همین بغلی ما همین با مثلا یه جورای همسایه این توی همشهری هست. بله دوری و دوستی بوده همیشه به خاطر کووید و این داستان. باز جان شکرش باقی که تلفن بوده که صداشو بشنویم تلفنی. حالا میوه نبود از کمپوت استفاده کرد میوه بست زنده باشی. از روی اولو آناناس. شروع کنیم دیگه. یخمون باز شد. بله آف کورس. خب منصور جان خیلی خوش آمدی. بگو اگر پیامی داری، مقدمه‌ای داری بگو. بوداد همیشه که خوشحالم تو شهر خودمون تو لس آنجلس با شنوندگان عزیز یک احوال پرسی بکنیم و شما عزیزان رو ببینیم همیشه افتخاری است. امروز به جز اینکه سلبریشن سالگرد رادیو هست، خیلی خوشحالم در این قسمت برنامه با همیهنان عزیز هستم و یک آهنگ جدیدم امروز با ویدیو جدید ریلیز کردم که همین که شنیدی مردم بله، داریم بله، ترانه آهنگ صحبتمون بله بله میراث اسمش هستش و خوشحالم که همزمان با گفتگو رادیوییمون شد که بتونیم راجع به این کارا صحبت کنیم. نیک بگیریم. کاملا کاملا. آرمین جان یه ذره ممکنه فتیله این آهنگ رو بکشید بالا که ببینیم چی میشه. من نمیشنوم این تو. بسیار عالیه. میراث. آره رفت. ای بابا هرچی بود رفت. کسی که دیر گفته دوست دارم. ببین هر چیزی رو باید زود بابتش اقدام کرد. ای این پا این پا بکنی نگی دوست دارم میره دیگه. خیلی درس خوبی از این ترانه درس خوبی شما گرفتید. من جو جان کاملا کاملا شکر خوب واقعا واقعا. خب از خود این ترانه برای ما بگو که ساختش به چگونه بوده. حالا موزیک ویدیوش که امروز ریلیز شده ولی کل داستانش ترانه سرا بله ترانه سرا بله ترانه بسیار زیبای آقای بابک صحراییه، ملودی آقای شانتیاز و تنظیم آقای هادی کولیوند و ویدیوی قشنگی هم که درست کردیم سیروس کردونی عزیز کارگردانیشو کرده. مدلی که در سالهای گذشته یک چیزی حدود 15-20 تا ممکنه ویدیوهای مختلف با هم داشتیم که خانم کندس نیل بود. مردم خیلی علاقه به این مدل نشون دادن سالیان سال که تو کارا ارتباط احساسی داشتیم ازش دعوت کردم بعد از 20 سال دوباره توی ویدیویی با هم بازی کنیم که خاطرات همیانان عزیز تازه بشه از اون خاطراتی که با این آهنگا و این ویدیوها داشتیم. ماشاءالله کندیس هم خیلی خوب مونده. آره شما به هر حال در این دورانی که فعالیت داشتی و ترانه های موفقی بود و خوششون اومده مجدداً این ترانه ها رو به کار گرفتی و دوباره سازی کردی. این هدف برای این بود که منتقل کنی به نسل بعد ها؟ زنده باشید. بله قبل از پخش آهنگ میراث دو مجموعه لایو من اجرا کردم که بین دو مجموعه 12-13 تا آهنگ بودش که اینا همه از آهنگای قدیمی تر هم بود که با یک اجرای لایو به بهانه زمان کرونا و دوره کرونا که همه خیلی احساسی شده بودیم و یه مقداری من خودم داشتم میوزیک تراپی میکردم. یعنی هی با گذشته خودم رو آرام میکردم اون زمان کرونایی که خیلی همه خونه نشین بودیم. به همین دلیل تصمیم گرفتم اون آهنگای خاطره انگیز رو بیارم به یه
اجرای عاشقانه و آکوستیک و موزیک زنده انجام بدم که یک خاطره جدیدی به از زاویه عاشقانه داده باشیم. زنده باشی. شما بفرمایید. خواهش میکنم، چون رب داره به این ساخت و ساز این آهنگ ها، خدمتت بگم که در این دوران معلوم شد که روحیه هر کسی به چه صورته. بله. شما از اون گونه افرادی بودی که واقعا تسلیم نشدی و در دوران کووید خیلی ترانه ها و کارهای مختلف رو ارائه کردی. در سوشال میدیا چقدر اکتیو بودی. بله. و واقعا جای تقدیر داره از این خاطر که خیلی پشت سر هم خیلی کاری ارائه کردی. به خاطر اینکه میگم یه خورده وقفه سفرها افتاد و اینا، و من دیدم اگر بخوام از این فرصت به حالت کریتیو فکر نکنم، افسردگی به هم غلبه میکنه. به همین دلیل خودم رو همش با ساخت کار موسیقی تازه و ذهنم رو تازه و هیجان زده نگه میداشتم، چون دیدم اگر بخوام این کار رو نکنم گرفتار میشی از